سلامی دوباره اینوری شد اشکال نداره. سلامی دوباره خدمت همراهان عزیزم در هتل گرانادای لاکچری. ادامه برنامه هست که در خدمت شما هستیم. به درخواست شما گفتین آقا کامل بگیرین، گفتیم چشم، پس دیدیم که توجه میکنید و این ما رو خوشنود کرد. انشالله که بتونیم برنامه های قشنگتر، کارهای بهتر برای شما انجام بدیم. ما رو در اینستاگرام و یوتیوب حتما تعقیب کنید، سابسکرایب کنید، آبونه بشید، تعقیب کنید، لایک کنید که ما روحیه بگیریم. خب دوستان، ما در هتل گرانادا لاکچری بلک هستیم و در یک محوطه به نام مالدیو که برای 18 ساله ها هست، که از این محوطه الان داریم فیلم برداری میکنیم تا اونجایی که میتونیم. اینجا فقط زیر 18 ساله کسی نمیتونه وارد شه. ما محدودیت داریم از نظر خودم ها. شاید مثلا فیلم میگم کسی چیزی نگه، ولی خودم زیاد راحت نیستم. همونطوری که برای خانواده خودم نمیخوام، برای خانواده شما نمیخوام، برای کسای دیگه هم نباید بخوایم. خب ویلاهایی که اینجا میبینین، در واقع اتاقهایی که میبینین، اتاقهای به صورت به سبک مالدیو. بریم ببینیم تا اونجایی که میشه فیلم بگیریم دیگه. اگر داخل دیده نمیشه خوبه. این اتاقا تو رزرواسیون میتونید انجام بدین. ببینید چند تیپ اتاق داره. اتاق ساختمون مرکزی اونجا هست. اون دیگه ساختمون مرکزیه. یه سری اکو روم هایی که احتمالاً اینجا هست. یه سری هم که مالدیو روما هست. اینجا دوستان ببینین، وقتی که شما برای مخصوص ماه اصلی اینا میگیرین یا هزینه‌اشو پرداخت میکنین، یه گارسون خاص خودشه داره که این آقا برای مهمونایی که اینجا بودن، الان داشتم میدیدم که داشت یه سینی صبحونه کامل داشت میبرد. خب دوستان، تو این برنامه در مورد روم سرویس ها با هم دیگه صحبت کنیم. ببین اینجا استخرش هم جداست. در مورد روم سرویس ها با هم دیگه صحبت کنیم. شما وقتی که داخل هتل هستین، 99% هتل ها روم سرویس، یعنی اگر شما سرویسی بخواید داخل اتاقتون، حتی همون نوشابه اضافه، مثلا میگین آقا تو مینی بار من نوشابه هست، آب هست، ولی من میخوام بیشتر بیارم. معمولا تو هتل ها اینها اکسترا، البته نوشابه اینا رو شارژ میکنن ها. تو مینی بار از صبح بگیم براتون شارژ میکنن، ولی ساندویچ، غذا، شما نمیتونید بگین که هتل من اولترا هست و من باید خدمات 24 ساعته داشته باشم. و میدونید که اکثر هتل ها خدمات 24 ساعته، صبحانه، نهار و خب اینجا اتاق توش مایه پایه اینا بود دیگه، نمیشه. خدمات 24 ساعته به این معنا نیست که شما 24 ساعت بتونین غذا بگیرین، به غیر از چند تا هتل مثل سلکتوم فامیلی، مثل اورنج کانتیا، که کانسپتشون غذای 24 ساعته است. یعنی هر کاری کنی شما اون غذای 24 ساعته داره. ولی این هتل هم همینطور. حالا این ساعت داره این هتل. به جاش اومده خدماتش در محوطه و در لابی، دیدید که چقدر بزرگ بود. انقدر بزرگ بود که ما مجبور بودیم که 2 روز فیلم برداری کنیم. دوستان عزیز، شاید شما الان بگین که فیلم چرا ناقصه یا مثلا کامل نمیبینین. در جریان باشید که این فیلم دومه. شما از خواهشی که شما دارم این دوتا فیلم حتما ببینید که بتونید، یعنی بعد نگین چه کار ناقصی انجام داد، چقدر کارش ضعیف بود. اگه حتی کار من ضعیفه به من بگید، گوشزد کنید، راهنمایی کنید، من با راهنمایی شما دارم کارو بهتر میبرم جلو. اینم در جریان باشید. ما همه کامنتاتون رو فکر کنم متوجه شدید، به جز میکروفونه که خیلی اصرار دارید، اون با این دستگاه نمیشه. دوستان ما امتحان کردیم، دستگاه دیگه ای تهیه کردیم که بتونیم، حتی اونم دیگه داستان زیاد داره، پایه و نمیدونم از این میکروفونای چیزو، این صدا سیما میشه دیگه. ان شاءالله به اونجا هم برسیم به کمک شما. خب دوستان، ما الان جای خوبی هستیم در گرانادای لاکچری بلک که بتونیم فیلمبرداری، حتی از نزدیک باز میریم. یه آمفی‌تئاتر بزرگ داره، اون دم دستگاه رو میبینین. تو هر هتلی نمیشه اون دم دستگاه رو پیدا کرد. هتل چون ساحلی نیست، ساحلی هستا ولی از ساحل فاصله داره. ببینید اینجا هتل، اون ساختمان و وسطی، بعد از اون یه ساحل داره که با شاتل میرن و میان. هتل به خاطر اینکه این ضعفش رو در واقع برطرف کنه، من دارم چیزای منفیش هم میگم، بعد دقت فکر نکنید که من هتل همه آه خیلی هتل خوبیه، نه، هتل بسیار عالی، یک ضعف بزرگ داره که ضعف بزرگش رو با خوبی بسیار بزرگ پوشونده. آمفی‌تئاتر زده، بیاید و ببینید. سالن دیگه بود که آقای ای بی، خانم گوگوش خوندن، همین سالنه، سالن کنگره هاست که اونجا کنسرت های زیادی انجام شد و کنسرت های دیگه. پارکابی بزرگی داره که از روبرو داریم میبینیم. یعنی نیاز به ساحل قطعا به تنهایی نیست. اوکی، ساحل هم بود خیلی قشنگتر میشد، قیمتش خیلی بالاتر بود. در جریان باشید، میریم ادامه مسیر که ببینیم چیا رو میتونیم بهتون نشون بدیم.
بعضی از همیهنا هستن شوربختانه دقت نمی کنن که مثلا با همون دمپای یا با همون پای ماسه‌ای وارد در واقع محوطه میشن و خیلی کثیف میشه. حالا دوستان ببخشید من زیر 18 سال آوردمتون، حتی میگن تا اونجایی که میتونیم فیلم نمیگیریم، مثلا دیگه چیکار خواهد تو فیلم میاد دیگه من چیکار کنم، باید بگیریم چاره نیست، ایشون دوست داشت تو فیلم باشه. خب اومدیم در بار مالدیو بار که ما اگه خاطرتون باشه تو فیلم قبلی از همینجا تموم کردیم، از شما خدافظی کردیم، حالا دوباره اومدیم از همینجا فیلم رو درست ادامه بدیم. دوستان اگه دقت کنین میرم الان چکی میچین گردک. دوستان ببینین توجه کنین که ما جدیدن داریم وارد بارها میشیم، خدا رو شکر. خب ما این نمیدونم میگم قدرت میتونم بگن یا این لطفی که هتل‌ها به ما دارن نمیشه این کار رو کرد، ولی میخوام نشون بدم چقدر تمیزه. ببینین همه چی تمیز و اینو میخواستم بهتون نشون بدم. یعنی این بنده خدا که دیدین که از فیلم متوجه شدین که اصلا نمیدونست همچین برنامه اینجا هست. ببینین بله ایشون هم مهمون اینجا هستن. خب شویپس بیا احسان جان، این برندی که استفاده میکنه شویپس و اینا همه چیزای خوبیه، هاوانا کلاب. البته در فیلم قبلی بهتون گفته بودم که چی در بار اصلی در بار نوشیدنی های الیت و ایمپورت اونجا وجود داره، اینجا هم باز از این دوشا هست دیگه. دوش برای چیه؟ برای نظافته. من هی اصرار میکنم به خاطر اینکه شما عرق کرده وارد استخر نشین، نه خودتون دوست دارین کسی دیگه این کار کنه، نه کسان دیگه دوست دارن که شما این کار رو انجام بدین. خب اینجا چون پلاستیکی ما چیزی نگیریم برای شما امتحان کنیم. این بار از نظر نمره شماره 15. این بار ببینین فیلم قشنگ کامل ببینه، بعد نگین که گرانادا گفتین شماره مشروباتش 15 هست. خب دوستان ببینید تو اینجا، البته فکر نکنید که یه دفعه چرا یخچال اونجا هست، یخچال ببینید دوغ هم داره آب هم داره اینا همه چی اینجا هست. اینجا ساعت 12 باز میشه وافله که دختر عزیزم که امروز روز پدر بود در ترکیه، روز جهانی پدر هست، که عینک رو هدیه آورد. تو الان هتل با هم هستیم، یه مدت احساساتی شدم، خوشحال شدم. وافل خیلی دوست داره، میارمش اینجا. آره خب دانتا هم ساعت 12 است دارم آمد به ساعت چکی میام بجاست ساعت گستر جاست. دوستان ببینین اینجا دانت دارن آماده میکنن از این شیرنی ها. به به ببین بعضی میگم شما کاش باشین اینجا ببینین این حس کنین واقعا. به بچه من هرچند الان صبحونه خوردم ولی بوش ابلا مساعدنده بردن چک مکس جورس اوتل ادنا چکی میگردک، یعنی شخصی دیل اوتل چین. خب دوستان ببین گرم گرم، ببین گرماش در سجکتون گستریورون گرم گرم و بسیار عالی. حالا میخوای یه دونه؟ نمیخوای حالا اگه هست دو دنیای دانت اینجا هست که با بچه ها میان اینجا عکس میگیرن. خب یه چیز قشنگی که اتفاق افتاده از مواد دکتر اوتکر اینجا هست. ببینید تو هتلایی که خیلی خوبه لاکچریه معمولاً آلاکارت رستوراناشون یا بستنیاشون اینا برند اگر باشه بدونین که حواسشون جمع بوده که برای شما چیکارای انجام بدن. چکی میچین سادجه خوش بودم. خب آقای شفمون اینجا هستن، رجب به ایشون دیگه معلومه خوشیکل پیستاش حتما خوشمزه است که وسطاش میخوره. دیارم که بزدر چوک یعنی ای یابدی چین arasında atıştırıyor göbek oradan geliyor. خب دوستان بیا از اون بعد چیزها رو نشون بده. آره پیتزا یک شمده بیز سیزین بردا تمیزلیگینی گسترد یعنی öylesine geldik temizsiniz onu göstermek istiyoruz yani kimsenin haberi olmadan yani şey yapıyoruz. خب دوستان اتفاقی که اینجا داره میفته میدونین چیه؟ میگه شما با کی هماهنگ کردین؟ به چه صورت بوده؟
خب گفتم فرق ما اینه، ما نباید هماهنگ بشیم، ما لحظه‌ای وارد میشیم. محدوده ی عملیاتان ها جاده ها و بزرگ ها هست، سرانشان سرسامان هست، دشمنانشان قاتلین سالقین و باجیران هنده که راه را بر بیگونه ها میبنه. مردان کبرا یازده شبانه روز در حال فعالیت هست. همه چیز عالی، کارا انجام داده، مواد اولیه کارش انجام، پیتزای آماده فریزری نیست که چیز کنه، پیتزا رو خودش اینجا آماده میکنه، میذارن از شب تهیه میکنن. ببینید چون نمیصرفه براشون از بیرون بیارن، در جریان باشید، در هتل ها براشون هر چقدر بتونن اینجا درست کنن از شب آماده میکنن، آشپزخونه شون غذاشون رو اینجا. دوستان دکتر اسکر هست دیگه، خودتون دیگه بهتر میدونید موادش چیه. حالا که اینجا سر صدا نیست بهتون بگم، خوشبختانه این کار رو در دنیا به جرئت میتونیم بگیم نادر داریم ما این کار انجام میدیم، مشابهش به این صورت نیست، چه در ایران عزیزمون چه در دنیا. چرا؟ اول اینکه ما کمکشون کنیم بیرون، اول اینکه ما این قدرت رو و این چیزو داریم که وارد هتل‌ها بشیم. دوست عزیزم خانم شیما، مثلا تو این هتل دارم میگم، دوست عزیزم خانم شیما تشکر میکنم، صاحب هتل آقای حاجیبه اینجا هستن، همشون لطف دارن به من و این اجازه رو میدن که من روز یکشنبه هم هست که بدون پروسدور اداری همینجوری اومدیم. حتی خب اینا شب گفته بودن، ولی هتل دیگه از همینجوری میریم، میگم آقای فلانی، آقای سرکان، آقای سرجان، هر کی، میگم ما داریم وارد هتل میشیم و این کارو میتونیم برای شما انجام بدیم. پس بدانیم و آگاه باشیم که قدر این کار رو بدونیم، ما شما رو وارد هتل ها میکنیم. این شانس رو در دنیا مدیت های دیگه ندارن. فعلا ما ایرانی ها از طریق من در خدمت شما هستیم. انتظار من چیه؟ معرفی کردن به دوستاتون، پیگیری کردن و البته فالو کردن. من دوستتون دارم خیلی زیاد. هنوز برنامه‌های زیاد، کنسرت‌ها بذار شروع بشه، کار زیاد داریم. پس پیگیری موضوع باشین که تا ببینیم چیکار می‌کنه. دوستان این هتل پس چیکار کرد؟ وافل داشت، دانت داشت، پیتزا داشت. در قسمت فروشگاه قله‌هایی که می‌بینین، اینجا ساعت همشون 12 به بعد باز میشه، 12 تا ساعت 6. میگه لطفاً دو نفر بیشتر اینجا وای نیستن. خب اینجا چیه؟ فقط آبجو میده. برندهای مختلف آبجو هست که فقط آبجو میده. ساعت 11 تا ساعت 6 فروزن. به به، اینجا هم قشنگ فروزن ها، سرزمین یخی، خنک خنک، آب میوه‌های مختلف، سرکار خانم زیبارو. چکی میشین گردک؟ اوتل ها دونه برد. ببینید دوستان، برندهایی که استفاده میکنن تمیزی اینجا، کاش بتونیم از اینها هم اوکی بگیریم. اردن گرفت تمیزگی چک مکستیورز اوتل سیزن نکادر ازن گستردینگزی. خب ببینین همه چی عالی، تمیز، به به، کار درست انجام میدن با حرفه‌ای دیگه. دیگه چی بخوام تعریف کنم؟ کندنگزی بکنم کلاهی هستیم. آها خوشو گفتی، میگی این یختر بهشت خودمون نیست، راست میگی. چه اسمه؟ چه فروزن بار، یختر بهشت بار، دروازه دولاب. بچه ها بیا بریم امامزاده هاشه. خب دوستان، با یه سری از همیهنهایی هستن که میگن آقا ما مستقیم بریم تو استخر، اینا از این اتاقا میتونن بگیرن ها، مستقیم میرن تو استخر و تو پارکابی و شادی و اشغال. خب دوستان اینجا هم شهر بازیش هست. خب چرا باز نیست؟ به خاطر اینکه ساعت 3 تا 11 شبه، به خاطر گرمای هوا. اینجا ساعت 3 بعد از ظهر تا 11 شب هست. بندازی خودش داخل هتل یه چیزایی داره که شما بتونید لذت ببرید. برای بزرگسالا شاید زیاد مناسب نباشه به غیر از این، ولی بیشتر برای نوجوان‌ها و جوانک‌ها هست. نوجوان جوانک یکی. خب اینجا مثل سروایور درست کردن، بچه ها رو میارن اینجا. گروه انیمیشن هست که اینجا بینشون مسابقه هست، احتمالا بهشون جایزه هم میدن.
مثلا حالا دوناتشون رو یکم قشنگتر میکنن. خب امین اولیایی دوست داریم. امین اولیایی اینجا خاطرات زیادی داره در جریان باش که یادت کردم. دوستان عزیز، قابل توجه عزیزانی که میگفتن در دوران کرونا هتل ها موزیک ندارن، اینو دارن. شاید دیسکو نداشته باشن ولی بدانید و آگاه باشید حداقل یه موسیقی و کنار استخر رو دارن. خب همراهان عزیز، در هتل گرانادای لاکچری بلک، خب اینجا مجموعه پارک آبیش هست، اینجا صف هست که از اینجا حالا نمیدونم آسانسوریه یا با پله است میتونم برم بالا. بله با آسانسوره، با پله میتونید بالا برید. میدونید که در پارک آبی ها خودشون به صورت پله ایه، ولی اینجا یه آسانسور بزرگ در نظر گرفتن که شما دیگه زحمت بالا رفتن رو دیگه نکشید. دوستان عزیز، به جرئت میتونم بگم که هتل گرانادا لاکچری بلک جز بهترین پارک آبی های هتل ها رو داره. حالا هتل های دیگه هم پارک آبی داره، حالا لند آف ریجنز که اصلا یه بحث جداست، اصلا خودش کارش اینه. اینجا میامی بیچ هست که برای بچه های به این صورت میان و خیلی قشنگ. تشکر کنیم از این دوستانی که واقعا اینجا حواسشون هست، جون ما رو در واقع حواسشون به در واقع به جون و سلامتی ماست. تشکر دیروز هر کس سالو و امنیتی چی گوندی چیم بردستم است. چک تشکر دیروز سالو. یه رافتینگکی انگار از اینجا میاد، فشار آب هست، با اینا میتونن در واقع همینجوری هی بچرخن. دوستان عزیز، چکیم بود چک کلانجاست دوال اورا سی چکی جاست او از دنگ. ببین بدنو ببین، ماشاءالله ببین اینجا رو ببین، به به. یعنی کسانی که اینجا هستن ایشون هم مشخص خوش بدنن. شما خیلی برنج ایرانی، بیا برنج محسن تبلیغ کنیم. بیا عزیز، بیا عزیز، فرار نکن. هتل گردی با جنید پیگیر باشید، با ساعت نیاد دوستان. ها خوب شد اومدیم اینجا. البته که چند تا از مهمونا اینجا لست داشتن، بنده رو میشناختن، بعد به من روحیه داد که آقا ما از طریق پیج شما اومدیم و ثبت نام کردیم. حالا یه سری دوستان به صورت مستقیم از خودم ثبت نام میکنن، یه سری دوستان هم که میان از همکارای عزیزمون ثبت نام میکنن. البته اونایی که از طریق پیج من آشنا میشن خوشحال میشن به اون آژانس بگن که ما با هالیدی تراول جنید میخوایم این مسافرت رو داشته باشیم. چرا؟ اینجا کارهای بهتر میخوایم، کارهای متفاوت انجام میدیم. بدون اینکه سفر یعنی چی، این کار هم میتونه بکن. هر آژانسی که میدید، و اسم آژانس نمیبرم که تبلیغات نشه، هر آژانسی که میدید اسم منو ببرید و بگید که حتما هتل از اینجا گرفته باشه، خیلی خوشحال میشیم. اومدیم اینجا، این دستگاه چرا بستن دوستان؟
همه ساعت تا 10 تا 12 2 تا 5:30 همه هتل‌ها همینه. اون پارک آبی عمومی هست که شما پول میدید میرید اونجا و میتونید استفاده کنید. این یک. دو، حتما وقتی پارک آبی اومدین گردن من نداشته باشید، ساعت نداشته باشید. دور مو ساعت چه تک بسندار تک مک تک بسندار دیگه. آقای اسمیز محمد، آقای محمد از ایشون تشکر میکنیم که حافظ جان، یعنی برسون گوینلینه انسانların جان گوینلینه burada temin ettiğiniz için teşekkür ederiz. خب دوستان عزیز از اینجا یه فیلم بگیریم و اینجا بس انرژی خورشیدی هتل اومده چیکار کرده؟ از انرژی خورشیدی برای یه سری از جاهایی که میخواد، برقایی که میخواد استفاده کرده. خیلی کار هوشمندانه ای هست. ایشالله در ایران عزیزمون مثلا طرفای کویر و یزد و اصفهان و خیلی جاها، از همون ترکمن صحرا بگیرین تا دریای مکران، از دریای خزر تا خلیج همیشه پارس، ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. ایشالله که بتونیم انجام بدیم، بخواییم انجام بدیم، بخواییمه، خواستن توانستنه. شما بخواییم بیایید مسافرت میتونید بیایید، ما در خدمت شما هستیم. از اونجا می فیلم بگیر که دیگه بریم پایین تا اینجا اینا میخوام برن استراحت نهار غذا بخورن. We are starting our full game. Сейчас начинаем наша бассейн играть. Şimdi açıklıyorum oyunun nasıl oynandığını. Surflere karşılıklı uzanıyoruz. Bir sağa bir sola. Richie lie down. Emre sen de. Kendi tarafınıza yüzerek surfün üzerinde kim daha kendi güçlü kendi tarafına çekerse o bir dahaki turu alacak. 2 by 2. And you try to pull each other stronger than other. Stronger. Pull each other to your own side. Who can pull? خب این تا انگلیسی دست با شکست حرف بزنه، من به زبان شیرین پارسی خدمت شما عرض کنم که این سرفه که از طریق این مسابقاتی انجام میدن در طول روز که هر کی بتونه طرف خودش بکشه برنده است. حالا بقیه صحبت ها رو میریم اون برای انجام میدم. Granada, push your hands up now for them. Herkesin elleri görebilir miyim? Mitchell and Emre from Nigeria, Africa and Adana. So, Adana. Adana ve Afrika. Çok, çok farklı. دوستان انگار مسابقه بین نیجریه و مثلا مثل آبادان خودمونه. فکر کنید بچه آبادان میخواد با بچه نیجریه چیز کنه. آدانا خب بچه آبادان اینجا برنده شد. آدانا مثل آبادان اینجا. اوکی دوام میدیم. یکم چیزه مثلا سول طرف آلیوروز آرنج استانبول تفاوت ها رو بهتون بگم. خب یه ایرانی هم الان اومد. خب ایرانی رو هم بگیریم دیگه، حیفه این هم را اومدیم از هموطنمون نگیریم. And ladies and gentlemen, now Arıç from Turkey, Mehsan from Iran. خب ایرانی اول خواه سمت راستیه شو باشو با شورت آبی رنگ میبینیم از شهر کجایی هستن؟ ترکیه‌دن Arıç, ایران‌دن Mehsan. Mehsan از کشور ایران مسابقه میده با شورت و بند آبی. One, two, three, go! Mashallah, and ladies and gentlemen, نه دیگه ایش ببینی. From Turkey, bravo. مشکل میدونی چیه؟ برنج محسنه. دوام میدیورس. What's your name? One from Romania. One is coming. خب دوستان میدونی که آقای میثم از ایران برای چی باخت؟ به خاطر اینکه برنج تارمی برنج محلی
انقدر برنج محلی خورده که این شکمه داشت پاروش خراب میکرد. اصلا ما داریم برعکس میبینیم، همون ادامه همونه ماشاءالله. خب دوستان عزیز ببینید، من توی جمعیت بودم و اومدم خودم احتیاط، یعنی اونجا انقدر درستم برای کار اومدم، ولی اگه برای تعطیلاتم اومده بودم می اومدم چیکار میکردم؟ همین کار رو انجام میدادم، یعنی باز ماسک رو تا اونجایی که میتونم توی جای محیط شلوغ این کار رو انجام میدم. خب دوستان عزیز داریم میریم به سمت باری که در فصل عید پذیرای مهمانان ایرانی برای کنسرت ها هستیم. اینا بارمن ها هستن که بخاطر اینکه سرعت عمل بیشتری داشته باشن به این صورت عمل میکنن. خب یه نکته ای که بیاستم عزیز، یه نکته ای که اینجا هست، ببین تو این بارها اون مشروباتی که تو بار اصلی هست رو نمیدن. تو همه هتل ها معمولا همینطوره، توی بارهای مرکزی 24 ساعته مشروبات خوب هست، تو این بارها مشروبات هم شماره 14-15 هست برای رفع قوتیه. چرا؟ منم توصیه میکنم که حتما از این مشروبات سنگین تو این هوای گرم زیر چیز استفاده نکنید، با ماشعیر و اینا خودتون رو کارتون انجام بدین تا بعد برین تو بار بشینید. در این بار، بار کنار ساحل، همه بارهایی که از لابی بیرون میذارید بلا استثناء چه اتفاقی میفته؟ لیوان کاغذی یا لیوان یک بار مصرف بهتون میدن. خب ببینم آیا میتونیم بریم سالون. بله باز هم هست اینجا. چه سرویس بهداشتی برای قسمت بارها از سرویس بهداشتی. خب دوستانی که فیلم دارن میبینن میگن اه یادش بخیر، وای شهی جون مهی جون اونجا بودیم، ابی جون اومده بود این صحبت ها. بله همینجا شهید جون مهی جون اینا اینجا رو میبستن، از اینجا شما ورود میکردین. خب اونا در دروازه هایی که برای کجاست، خب از همینجا دیگه شروع میشه، همین اصلا همینه، اینجا رو میبستن دیگه، دقیقا همینه. بله دوستان ببینید اینجا بسته میشه، این دیواره، این دیواره، اونجا ابی جون در اصطلاح جناب ابراهیم حامدی اونجا برنامه اجرا میکردن. البته یک سالی هم که اینجا کنسرت اجرا میشد این قشنگتر بود تا اونجا. اینجا مشکلات ناراحتی زیاد پیش اومد، ولی کنسرتی که امین جان شما انجام دادین خیلی قشنگتر بود به نظر من. البته بدونید که اون سالی که این کار انجام شد شریک عزیز من نیما زمردیان عزیز این کار رو زحمت کشیدن. نباید در واقع از این ببینیم، باید نباید فراموش کنیم. راه داره دیگه انشالله. نه آقای فیلم مردا شما درست میرفتیم، من اشتباه کردم. دوستان اینجا این بار نیست، این بار فقط برای زمانی که کنگره باز میشه، یعنی اینجا کنفرانس، کنگره، جلسات اینا باشه این بار قابل استفاده است. خب دوستان مثل همه هتل‌های دیگه در محوطه مثلا پینگ پونگ کسینا به صورت رایگانه. اکثر هتل دیگه بابت پینگ پونگ پول نمیگیره، مگر اینکه بولینگ باشه، بولینگ عبدل، بولینگ باشه نمیدونم، ولی دارت و مارت و اینا دیگه به صورت رایگان هست، یا بیلیارد باشه. بیلیارد بعضی از هتل‌ها فریه، بعضی از هتل‌ها اکسترا هست. حالا میریم می‌بینیم ببینیم اینجا چیا اکسترا هست. دوستان ببینین این قسمت از استخر و یه استخری هم که کنار ساختمون نشون دادم اون برای استرس سایلنت، یعنی با صدای کمتر، موزیک کمتر. اینو باید دقت کنیم. اگر شما میخواین توی شلوغی باشین باید برین تا ته نزدیک آکوپارک، اگه میخواین توی خلوتی باشین آرامش داشته باشین باید تشریف بیارید به اینجا. خب عزیزان دل، همراهان عزیز، ما همچنان در هتل گرانادا لاکچری بلک هستیم. دوستان من اومدم اینجا رو واسه چی نشون دادم؟ من از جایی که مثل مغازه هایی که پیتزا فروشی نبود من فیلم گذاشتم. الان واسه چی این کارو کردیم؟
نشون میدیم که رستوران مرکزی رفتن نیاز نیست. ببین همه مردم دارن میان اینجا از غذای فست فود، یعنی روز چون مایو دارن دو ساعت نرن لباسشون عوض کنن. چرا؟ چون توی رستوران مرکزی باید لباس، یعنی ادب لباس رو باید رعایت کنیم. لباسای خوب باید داشته باشیم، صندل نداشته باشیم، دمپای لاانگشتی نباید داشته باشیم. اینا رو باید در واقع دقت کنیم. خب ادامه مسیر رو حالا یه سری فیلم‌هایی بود که جایی بود که بهتون نشون داد این وافلی الان باز شده. گفتم وافل هست، این وافلی الان باز شده. خب اینجا بار هست، باری که حالا گفتم با اون مشروباتی که شماره 14-15 میشه گرفت، یعنی مشروبات ارزون تری هست. اینجا میوه‌های تازه هست، سبک تایلنده. دوستانی که تایلند تشریف بردن میرن توی این هتل‌هاشون اینجوری توی یخچال میذارن، توی ظرف ظروف میتونید بگیرید. خانم هم ببینید با چه خنده رویی میاد اینجا از شما پذیرایی میکنه. خب تنها ایرادی که من اینجا میتونستم بگیرم این همه خدمات خوبی که دادن، هر کی میتونه بیاد یخچال رو باز کنه و خودش بگیره، یه بار میگیره میذاره سر جاش و دوباره یکی دیگه میگیره. این باعث میشه که احتمال انتقال میکروب باشه، چون تصمیم رو همون لحظه نمیتونن بگیرن. این یه ایراد بزرگه. خب ادامه مسیر رو الان اینجا بهش میگم ماراش. ماراش اسم منطقه‌ای هست، بستنی ماراش از شیر سوخته در واقع هست. ببین چیکار میکنه. بیده ها یکی دیگه دیگه رکب خورد. خب بیدن ده ها ایویت چیکار کردیم؟ خب اینا بازی هایی که معمولا انجام میدن، خیلی کار قشنگی هست. خب اینجا هم که همبرگری هست، فست فود هست، هر جوری که شما میخواییم برای شما میذارن. اون خانمی که حالا بعدن فیلم منو میبینی حلالیت بگی، تو میخواستی بستنی رو برداری بذاری سر جاش، تا من گفتم دوباره برداشت اشکال نداره، ولی آره راضی باش، ما میدونستم شما ایرانی هستین ولی گفتم دیگه. خب دوستان اینجا هم که هات داک هست و پاست ماکرونینا هست، هست دیگه، اینجا همه چی هست. بیا اینو بخورید و اسراف نکنید. اینا ببین دوستان، بیام بهش میگن کمپیر. خب سیب زمین رو داخلش رو خالی داخل فر درست میکنن یا داخل زغال درست میکنن، بعد توش رو یه مقدار خالی میکنن، پنیر پیتزا میذارن و بعد وسایل دیگه خیارشور اینه، بهش میگن کمپیر. یه مغازه دیگه اینجا هست، یکی هوله. هوله رو دوستان در هتل گرانادا لاکچری با کارت میدن، یعنی کارت نداشته باشین به شما نمیدن. اینو دقت کنید لطفاً. دوستان ما همچنان در هتل گرانادا لاکچری هستیم. فرق این فیلم با فیلم در واقع این تصویربرداری با تصویربرداری های دیگه در اینه که در این هتل ما شانس دو روز، شانس که نه، هتل بزرگ بود، ما بعد از ظهر رسیده بودیم، امروز هم از صبح اومدیم. البته میشد از اول صبح مثل هتل دیگه یه سری هتل رفتیم 6 صبح 7 صبح میرفتیم تا شب تمومش کنیم، چون ما میخوایم واقعا دیتیل به دیتیل هر اون چه که در هتل هست از دید یک کارشناس توریسم که بخواید ببینید رو ما می‌خوایم نشون بدیم، نمی‌خوایم گذر رد کنیم. مثلا این هتل که به درخواست شما عزیزان خیلی درخواست شد و هتل چیز هم همینطور تایتانیک ماردن پالاس که خیلی بین درخواست‌های زیادمون هست، ریکسوسا که خب رفتیم توی فیلم‌های دیگه در کانالمون، کانال هتلگردی با جنید، هم در یوتیوب هم در اینستاگرام. البته اینستاگرام فقط خلاصه‌اش هست، تو یوتیوب اگر ما رو پیگیری کنید، لایک کنید، آبونه بشید، مشترک بشید، سابسکرایب، هر چیزی که اسمشو میذارید خیلی خوشحال میشیم. من زیاد دیگه حرف نمیزنم به خاطر اینکه الان آخرهای ناهاره. البته اگر شما دارین میبینید که ناهار دارن جمع میکنن، چون ساعت 2:30 بیشتر نیست، چون در این فیلم صبحانه، ناهار، شام هست. البته این هتل دو تا فیلم داره، ما هفته قبلم اومده بودیم، این هفته هم اومدیم.
خب دوستان، در ادامه فیلم برداری هتل گران آدا لاکچری بلک هستیم. قبلا هم گفته بودم 3 تا هتل داره، در آلانی هم هتل داره. در بلوک 4 هستیم، طبقه 4، اتاق 14. اینجا گفته چیکار کنیم؟ من در حال استراحت هستم، لطفا مزاحم نشید. اگر سبز الان من زنگ بزنم صدای زنگ نمیاد. حالا بعدش موقع خروج من بهتون نشون میدم که اگر اون رو سبز کنه میتونه زنگ بزنه. الان زنگ نمیزنه. که ما در این هتل کارتا به این صورت هست، اشاره‌ایه. ببین تا به محض اینکه کشیدم سری برق قطع شد. بعضی از هتل هستن تا چند ثانیه. دوستان میخوام توجه داشته باشید که این هتل الان فوله. ما در ماه خرداد هستیم. چندم خرداد الان؟ در اوایل تیر هستیم. در سال 1400 هتل کاملا فول بود، ولی خانم شیما واقعا لطف کردن، به خاطر اینکه شما همراهان عزیز از من حتی اتاق رو خواسته بودید و من در واقع خواهش کردم از ایشون و ایشون لطف کردن. دوستان داخل اتاقاتون برای کنار بیچ یه دونه از اینا میذارن، دمپایی براتون میذارن ست. اینها قابل بردن نیست دوستان، به خاطر همین اومدن اینا رو اینجوری قفلی درست کردن که اینها برای هتل هست. مورد بعدی این که باز جای سیفتی باکس اینجا هست. سیفتی باکس رو شما شماره گذاری میکنم، معمولا 4 تا 5 تا. اینجا آینه آرایش داره، سرویس بهداشتیش وان نیست. اینجا شامپوهاش به اون صورت به صورت فله‌ای هست، البته که نرم کننده و شامپو اینا اینجا هست. سس دیگه چی داره؟ گوش پاکن و دیگه برای خانم هایی که موهاشون رو میخوان خیس نکنن فقط تنشون رو بشونن اینجا هست. سشوارش ببینیم قوی هست یا نه. یعنی اون سشواری که در هتل ریکسوس دیدیم نیست. اگه خاطرتون باشه این سشوار بسیار قوی بود. دوستان چرا این اتاق این گهواره داره؟ به خاطر اینکه این رزرواسیون اتاقی هست که برای 4 تا بزرگسال با یه نوزاد بوده. دوستان همه اتاقا تمپوش دارد، شما میتونید داخل هم تا همون ترکی که میگه کنار. حتی الان که هوا اینقدر گرمه نیاز به در واقع تنپوش تو بیرون نیست. کسانی که تنپوش برای بیرون میبرن فصل بهار، عید و نوروز، اردیبهشت هست که تنپوش رو شما میتونید بیرون هم ببرید، اشکالی نداره. فقط به این شرط که دیگه گمش نکنید یا واقعا از یادتون نره. حالا همه که گم نمی‌کنن که، بعضی هم واقعا یادشون میره. یادتون بره یعنی اتاق شما اونو برداشته. ببخشید من اینجوری صریح میگم چون انقدر شوربختانه ما از این اتفاقات دیدیم و انقدر ما ناراحت شدیم به عنوان یک ایرانی که من مجبورم تکرار کنم. طبق معمول سرویس در واقع برای جاسوسی سیگاری بیرون هست. چرا؟ لطفا به هیچ عنوان داخل سیگار نکشید. ویو بسیار قشنگی از هتل گرانادا لاکچری، با اینکه طبقه 4 هستیم دریا دیده نمیشه. بعید میدونم طبقه 5 حتی دیده میشه. من میبینم با چشم خودم میبینم، با دوربین بعید میدونم دیده بشه، ولی محوطه بسیار بزرگی داره، استخرهای مختلف، بزرگترین استخر اروپا و تو هتل‌ها به بزرگترین استخر دنیا رو در داخل هتل‌های دنیا رو داره. بجز اینکه استخر اینجا سایلنت داره، استخر آروم، که این قسمت بدون موزیک، بدون سر صدا. دوستان فقط توجه بفرمایید، من اونجا حالا اون قرمز بود چیز نمی زنگ نمیزد، الان سبز شد زنگو دینگ دینگ زنگ میزنه. مورد دیگه که هست هتل اینجا اتاق مختلف اتاق‌های زیادی داره، فامیلی داره که مثلا تخت‌های دو طبقه داره برای بچه‌ها. همه سک اتاق‌ها رو به خاطر اینکه هتل واقعا جا نداره ما دیگه نمیتونیم فیلم بگیریم. بیا مینی بارش هم من بگم ببینم چه مینی باری داره. اون فیلم برای من نیست، ولی اگر به خاطری که شما بدونید من اونجا فیلمش رو میذارم. خب توی مینی بار آب داره، آبجو داره، اینا به صورت رایگانه. دوستان اگر رایگان نباشه، یه چیز اکسترا باشه، اینجا منو براتون میذارن، به اونا دقت کنین. و فیلم های اتاق فامیلی روم هم حالا سعی میکنیم توی چیز از یه جا پیدا کنیم براتون بذاریم.
خب دوستان عزیز، ما همچنان در هتل گرانادا لاکچری هستیم. فقط در جریان باشید که دارن تمرین میکنن برای برنامه شب. حالا برنامه شبانه داره، فقط به خاطر دوران کرونا من الان توی 28 خردادم، فردا قراره که برنامه های جدیده، یعنی دولت ترکیه اعلام میکنه که دیسکوها میتونن باز بشن، که به نظر من یعنی از اول تیر دیگه همه چی اوکیه. این از نظر من، حالا نمیدونم، منتظریم که دولت ترکیه آقای رجب طایب اردوغان اعلام کنن. ولی همطوری که میبینین دارن تمرین میکنن که برنامه شبانه داشته باشن. هتل ها حدودی این برنامه ها رو دارن، شما نگران اون برنامه ها نباشید، تشریف بیارید بهتون خوش میگذره. دوستان همچنان در هتل گرانادا لاکچری هستیم در بلک، شامو داریم براتون نشون میدیم. صبحانه بود، نهار بود و شام و البته عصرانه و همه چیز رو ما در دو روز مهمون هتل بودیم. حسام عزیز داره زحمت میکشه و از چیزایی که در شام هست رو برای شما نشون میده. دوستتون دارم خیلی زیاد. چرا؟ مستقیم اومدم تو کباب، کار من اینه. دوستان ما دو تا فیلم داریم. حالا ما چون اینجا ازتون میخوام خداحافظی کنم، هزار جای وقت داریم دیگه، مثلا قشنگ اینجا همه توضیحات من بدم. ما دو تا فیلم داریم، یکی از فیلم ها حتما اونو ببینی که فیلم رو کامل بتونیم ببینیم، چون ما هنوز لابی جاهای بسیار قشنگی تو داخل هتل بود. یه دونه خاطرت باشه، الان اومدیم بالا اون شیرینی شکلات فروشی گفتم که کارخونه اش مال خود گرانادا لاکچری هست، همینجا تولید میکنن، البته کارخونه مرکزی دارن، اون هم باز شده بود. اگه تونستیم نشون میدیم بین فیلم ها، ولی کلن گرانادا لاکچری به خاطر بزرگیش، به خاطر فضای زیادش و زیق وقتمون در اصطلاح، ما در دو روز فیلم مرداری کردیم. دوستان اگر در اینستاگرام هستید حتما ما رو در یوتیوب سابسکرایب کنید و آبونه بشید، تعقیبمون کنید، فالو کنید، لایک کنید، به دوستاتون معرفی کنید که درست سفر کردن رو با همدیگه یاد بگیریم، با همدیگه تجاربمون رو همدیگه بذاریم. کامنت هایی که میذاریم من راهنمایی میکنه، اگه دقت کرده باشین کارمون داره روز به روز بهتر میشه. ما روی غذاها شماره مثلا نمره میذاریم،
اگر یه اتفاق خوبی که در این دوتا فیلم مرداری افتاده اینه که هم صبحونه گرانادا رو گرفتیم، هم نهار گرفتیم، هم شام گرفتیم، یعنی هر ستاش هست، هم فست فوداش گرفتیم. به جرات میتونم بگم کاملترین فیلم ما بوده. خب دوستان، من توی توضیحاتم خدمت شما عرض کردم ماشه در واقع خودم با همکاری عزیز، با همکاری در واقع نیماز و مرادیان یه شرکتی رو تأسیس کردیم. اگر شما آژانسی رو ثبت نام میکنید، اگر از فیلم های من خوشتون اومده باشه، میتونید به اون شرکت بگید که من هتلم رو میخوام از هتل گردی با جنید اقدام کنم. خودشون میدونن چرا ما کارگزار اینجا هستیم، ما اینجا خودمون کار رو انجام میدیم. چرا به عمل کار برآید، به سخندانی نیست رو هم در کارمون داریم. پس از شما خواهش میکنم ما رو همراهی کنید، دوستاتون معرفی کنید. چون هی دارم میگم، میدونی برای چی اینقدر حس خوبی داره؟ اما یکی از مهمونایی که در این هتل بودن گفتن آقا جان، ما از طریق شما با این هتل بیشتر آشنا شدیم، اون فیلمتون رو دیده بودیم و ما شما رو پیگیری میکنیم. این باعث افتخار من هست. انشالله بتونم خیلی بیشتر و بیشتر فیلم بذارم و شما رو راهنمایی کنم. دوستتون دارم خیلی زیاد در برنامه های دیگه و هتل های دیگه. خداحافظ. کاش میشد میگفتی بدونم من چه کردم وقتی قهری با من با کی بگردم. یادش بخیر. وای شهی جون، مهی جون اونجا بودیم، ابی جون اومده بود این صحبت ها. بله رستوران باید این ماسک رو داشته باشیم. توی محبه آخری من پاره شد. ولی بدونید و آگاه باشید، بدانید آگاه باشید، بدانید آگاه باشید. پس بدانیم و آگاه باشیم، بدانید و آگاه باشید. حداقل این پس بدانید و آگاه باشید که این هتل رو داریم میریم به سمت در شما. نه شما برید، داریم فیلم برداریم. همون اوایل تیر هستیم در 1300 1300 1300 1300. حالا شما اینجا نیستین، بوی بسیار خوب، یه تراوت خیلی خوب، یه بسیار عالی. جای شما خالی که نمیتونم بگم. ولی بریم. چه بوی بدی. شانس منه. میرفتیم پیش آقای ابراهیم حامدی عزیز، قربون همتون برم. به صورت وی آی پی پول دادن. همینجوری نیستن اونایی که پول ندادن، عمومیان اینجا، اونایی که پول دادن میان اونجا. شاید دو خوبه اینجوری؟ روزن بار، یخ در بهشت بار، دروازه دولاب. بچه ها بیا بریم، امامزاده عاشق. قول داده بودیم که فیلمو کامل کنیم، حتی با دوباره بگیریم. فقط بدونین چه باقلوه های اینجا هست. اون باقلوه رو نمیگم، اون باقلوه شیر نمیدیم، میگم یعنی مصابه. خب، دوست برداشت سومی. سرتون درد نیارم؟ نه چی میگم دوباره؟ گمش نکنید یا واقعا از یادتون نره. حالا همه که گم نمی کنن که. تنها ایرادی که من اینجا میتونستم بگیرم این همه خدمات خوبی که دادن، هر کی میتونه بیاد یخچال رو باز کنه و خودش بگیره، یه بار میگیره بیذاره سر جاش و دوباره یکی دیگه میگیره. این باعث میشه که احتمال انتقال میکروب باشه، چون تصمیم رو همون لحظه نمیتونن بگیرن. این یه ایراد بزرگه. همونطور که گفتم انعام یادتون نره. انعام میری اندازه یک هفته اشغال میکنی، یه بار 20 لیر 50 لیر میدی. اینجا هم باز از این دوشا هست دیگه. به عمل کار برایت به سخندانی نیست، به عمل کار برایت به سخندانی نیست رو هم در کارمون داریم. بذار خب